اما به جز مشکلات خریداران، روی دیگه این سکه بخش قطعه سازیه که رئیس انجمن قطعه سازان پاییز گذشته رو برای موج گسترده بیکاری کارگران این بخش به برگریزان تشبیه کرده بود. بین 200 تا 300 هزار کارگر شغلشون رو در پی مشکلات این صنعت از دست دادن. هفته گذشته هم نسبت به افزایش عرضه قطعات تقلبی در بازار هشدار داده بود. اما این صنعت چه شد که با این شرایط مواجه شد؟ چه شد که بازار خودرو به این حد از آشفتگی رسید؟ اولین پرسش ما از آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی از ازمیر ترکیه هستش. وقت بخیر آقای آذرمی، پرسش من رو شنیدید. چه اتفاقی افتاد که بازار خودرو اینطور دستخوش آشفتگی شد؟ عرض سلام خدمت شما و بینندگانتون. ببینید، بازار خودرو ایران رو ما میتونیم یه مدل کوچکی از اقتصاد ایران بدونیم. یعنی مشکلات اون ناکارایی داخلی هست در سیاست‌گذاری هایی که در این بازار انجام شده، در کنار حالا فشار خارجی که در این چند ماه اخیر به ویژه با تحریم صنعت خودروسازی در واقع به این بازار اومده. ناکارایی داخلی رو اگر ببینیم، بازار خودروی ایران یک بازار انحصاری دولتی است. یعنی سه خودروساز سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو، بیش از 90% بازار رو در اختیار دارن. اینها در طول چند دهه به اسم حمایت از تولید داخل کاملا با تعرفه های بالایی که برای واردات حذف شده بازار رو در اختیار گرفتن، قراردادهای یک طرفه با مشتریان می‌بندن، قیمت رو تعیین می‌کنن و سایر موارد. در کنار اینها خب ما تورم عمومی رو داشتیم که بسیار بالا رفته در سال 97. این ما می‌بینیم که در قیمت خودرو در بازار خودش رو نشون میده و اون مسئله تحریم و به ویژه تحریم صنعت خودروسازی هم باعث کاهش شدید تولید شده. آمارهای رسمی نشون میده که در 9 ماه 97 تقریبا 30% خودروسازی تولیدش کاهش پیدا کرده. اگر آذر 97 رو با آذر 96 مقایسه بکنیم، کاهش تولید 70% هست. یعنی برخلاف اون چیزی که چند دهه انجام شده، سیاست‌گذاری نادرستی که در بازارهای دیگه هم ما داریم به اسم حمایت از تولید، این صنعت ملی نیست، وابسته به واردات هست، به خصوص در قطعات با تکنولوژی بالا. و بنابراین ما می‌بینیم در دوره قبل تحریم‌ها هم تقریباً تولید خودرو در ایران نصف شد و الان همین اتفاق در واقع داره می‌افته. مجموعه این عوامل قیمت رو در واقع در بازار بالا برده به دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا با توجه به نگاه مردم ایران به خود. بله، در واقع همینجور که اشاره کردید، این خب یک بازار انحصاری هستش. اما حالا برای مهار اوضاع، سیاست‌هایی رو مجلس پیشنهاد کرده، مثل طرح ساماندهی خودرو که گویا قصد قیمت‌گذاری بر خودرو رو دارن. خیلی‌ها مثل اقتصاددانانی مثل همکاران شما اینها رو سیاست‌های دستوری عنوان می‌کنن. فکر می‌کنین که این جور طرح‌ها اگر اجرا شده تاکنون در مورد موارد مشابه موفق بود؟ متاسفانه خیر. ببینید، ما یک کالا رو شما پیدا بکنید که به خصوص در این یک سال اخیر که بحث بگیر و ببند و تعذیر و مبارزه با احتکار و اینها مطرح شده، افراد مختلفی حتی به اسم سلاطین ما دیدیم که اومدن و اعدام شدن در بازارهای مختلف. آیا این روی کاهش قیمت‌ها اثر داشته؟ خیر، چون اقتصاد بر اساس مکانیزم‌های اقتصادی کار می‌کنه، نه با دستور، نه با بگیر و ببند. و متاسفانه همونطور که گفتم، اصل قضیه این هست که عرضه خودرو در ایران بسیار پایین اومده، تولید داخلی کاهش پیدا کرده، واردات جلوش گرفته شده، در کنار اون تقاضا در بازار افزایش پیدا کرده با توجه به انتظارات تورمی که وجود داره. مجموعه این عوامل مشکل رو ایجاد میکنه. دخالت ارگانهای مختلف و سازمانهایی مثل اون سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که اصلا اسمش هم طنز هست، یعنی دو بخش کاملا متضاد داره، اینها به نظر بنده فقط در واقع از بین بردن مالیات هایی هست که مردم میده و این سازمان های عریض و طویلی ایجاد میشن که کارایی هم در بازار نداره. مرسی از توضیحات شما.